در مجلس با توجه به ماهیتی که ما امروز در حوزه اقتصاد کشور تحت عنوان رمز ارزها به عنوان پدیده جدید در اقتصاد کشور داریم خب طبیعتاً باید این موضوع رو به شکلی مدیریت کنیم حذف اون از فضای تصمیم گیری کشور قطعا به سلاح کشور نخواهد بود در کمیسیون اقتصادی از ماه قبل این موضوع در دستور کار قرار گرفت و در دو سرفصل ما گزارش خودمون رو تنظیم کردیم گزارش اول در خصوص ماهیت تولید رمز ارز در داخل کشور و ایجاد فعالیت هایی که در این حوزه میتونه عملیاتی باشه به دلیل اینکه این موضوع متاسفانه در حوزه اقتصادی تعریف مشخصی نداشت کاملا رها شده هست وزارت های سمت که مسئول صدور مجوز هست وزارت اقتصاد که مسئولیت نظارت بر فعالیت است که بتواند موضوع پولشوی رو مدیریت کنه وزارت ارتباطات که در ارتباط با بستر فضای مجازی و بانک مرکزی که در ارتباط با نحوه تسویه اون از طریق صرافی های قانونی هیچ کدوم از اینا تعریف مشخصی نداشتن گزارشی که الان در سن علنی مجلس از طرف کمیسیون اقتصادی مطرح شده چارچوب مشخصی رو قرار برای این موضوع در نظر بگیره و یک چارچوب قانونمند که در اقتصاد ملی بتواند در شرایطی که ما در حوزه تحریم هم هستیم از این ظرفیت استفاده بکنیم و این کمک بکنه به منابع ارزی کشور و امکان به مواجه شدن با حوزه مسئله تحریم در بستر قانونی که متاسفانه الان رها شده است در خصوص موضوع مبادلات هم که در ارتباط با رمزارزهایی که منشأ خارجی دارن خب طبیعتاً ضابط من کردن این موضوع هم یکی از اولویت های ماست الان به دلایل مختلف ما سایت هایی رو در کشور مواجه هستیم با اونها که دارن عملیاتی رو انجام میدن که ماهیت اون فعالیت های رمز ارز هست البته بجز اونها سایت ها در حوزه دیگه هم فعالیت میکنن که نیازمند ساماندهی در حوزه اقتصادی هستن هر گونه کسب و کار در اقتصاد کشور که میخواد فعالیت بکنه و مجوزهای لازم برای درگاه پرداخت میخواد بگیره طبیعتا باید با یک چارچوب آینامه ضابطه من مشخصی این کار انجام بشه هم به دلیل لزوم شفافیت اطلاعات اونا هم به دلیل اینکه سابقه ای فعالیت‌های های اقتصادیشون بتواند در حوزه مسائل مثل مالیاتی و امثال اینها ثبت و ضبط بشه اما امروز در کشور علی رغم اینکه این موضوع کاملا مشهود سایت هایی که امروز در حوزه رمز ارزهایی که منشه خارجی دارن در آن فعالیت میکنن از طریق پی هایی که درگاه الکترونیکی و مجوزهای لازم رو برای پرداخت ها به اونها میدن بدون نظارت بانک مرکزی امروز برآورد ما این است که روزانه بین 3 تا 5000 هزار میلیارد تومن تبادل دارن و این عملا ضابطه من کردن اونها رو کاملا باید ضروری میکنه در کشور که بانک مرکزی باید ورود پیدا بکنه